به نگاه تلویزیون فردا. همچنان که تماشا میفرمایید، امشب در مسجد امام علی هستیم. خب شب دوم ماه محرم هست و ما آمدیم که در مسجد امام علی چی میگذره و گزارش را تهیه بکنیم. جالب است که از زمانی که داخل شدیم نظم و انضباطی که در این مسجد است واقعا دیدنی است. ما چند موضوع رو میتونم بیان کنم. یکی که خب ددان دروازه که میایم برخلاف اکثریت جاهای دیگه اینا نام نوشته میکنن و تلفنی که پای آدم ها رو میگیرن و در بخش دیگه از اینا یک بسیار یک ماشین خوب دارن به خاطر سنجش تب که تب نداشته باشه انسان ها وقتی که میره داخل. و داخل هم بسیار همون موضوعات سوشل دیستنسینگ مراعات کردن که ما فکر میکنم یکی از کارهای بسیار خوبه این مسجد است. امیدوار هستم که هموطنان ما در هر جا و هر کار و هر فعالیتی که میکنن این موضوعات ما را عاد بکنن. میریم با هم یک برنامه را میبینیم، امیدوار هستم ما را توجهتان قرار بگیرد. با ما باشید. از داده های خود، از تجربه های خود برای دیگران هلپ کنی، کمک کنی، اونها را هم وادار کنی علم بیاموزد و برای اونها یاد بدی هم بزم علم خودش اعطای زکات هست. امام حسین برای بقای دین، برای هویت انسان‌ها که زنجیر اسارت را از دست و پای نسل بشریت برهاند و از بین ببرد قیام کرد که بردگی مال انسان نیست، انسان آزاد باید باشد. او آمد قیام کرد. جهل و جهالتی که در عصر و دوران امام حسین جامعه را سایه افکنده بود، حکم فرما بود فقط خون امام حسین باید بیاید، این جهل و جهالت مدرن عصرش را برای همیشه در تاریخ باید دفن کند. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز و شما برادر عزیز آقای هاشمی که امشب آمده اید در مسجد امام علی در شب عاشورای حسینی، ما به همه شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز عرض سلام دارم و از خداوند متعال آرزومندم که همه برادران و خواهران ما که برای عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام در این شبها در مراکزها و در حسینیه‌ها برنامه دارن و احساس و عشق و علاقهشان را به حضرت امام حسین علیه السلام و خانواده اهل بیت نشان میدهد، از همه عزیزان تشکر و از خداوند متعال توفیق روز افسون برای همگی مسئلت دارم. با اینکه شهر عدلایت الحمدلله یک مقدار وضعیتش بهتر از شهرهای دیگر هستند، باز هم به امو شرایط کووید 19 که قوانین گذاشته شده است، از این جهت یعنی مردم زیاد دوست داشتن که در مراسم ها شرکت بکند، ولی به خاطر قوانین و مقرراتی که گذاشته شده که امو حد فاصل رعایت شده و همچنین امو تعدادی که جواز هستن در مراکز مردم جمع شده، از اون جهت ما پذیرش کمتر داشتیم ولی تقاضای مردم زیاد بودن و از هر جهت مشکل است برای مردم ما که بتونه مثل سالهای گذشته برنامه بگیره. ولو اینی کوشش داره که مردم مثلا در خانه های خود برنامه رو ببینه و برنامه آنلاین نگاه بکنن، ولی حضوری متاسفانه مثل سالهای قبل نیسته و امو مقداری که مجوز مرکز ها هسته مردم میتونه شرکت بکنه و از این جهت باز هم بهتر است نسبت به شهرهای ملبورن و سیدنی و جاهای دیگه. احتمال بعد از حادثه عاشورا میگه عبیدالله ابن حر جعفی میآمد سر قبر امام حسین، زار زار اشک میریخت اما فرصتی که از دست داد دیگه گیرش نیامد، با حالت جنون از دنیا رفت. من طاهره محمدی هستم و امشب در مسجد امام علی علیه السلام در مرکز ساوت استرالیا برنامه ماه محرم شب دهم رو اینجا برگزار میکنیم. خب احساسات های خیلی متفاوت هست.
البته تو این شرایط، شرایطی که کرونا هست، همه جهان مشکلات خاصی دارن، مخصوصا اینجا امشب ما معمولا برنامه‌های خیلی بزرگ برگزار می شود، اما متاسفانه به خاطر این رستریکشن هایی که داریم، حالا 100 نفر در هر طرف داخل مسجد بیشتر اجازه نداریم، پس همینی که همه نمیتونه اینجا بیاد شرکت کنه، همه نمیتونه عزاداری کنه، احساس خب سخته برای همه. آره درس. بله حالا ما حالا خدا رو شکر از خیلی بیشتر جاها خیلی بهتر برنامه حداقل میتونیم داشته باشیم، مخصوصا تو شهر آدلاید الان کیسا تقریبا کمه، پس از اون نظر خیلی ما خوش شانس میتونیم بگیم. بله خیلی، حالا ما در کمیونیتی ما در کل اولا هم بچه خیلی زیاده، مواظب بودن بچه، بعد در کل جمعیت ما زیاده، برنامه های ما خیلی در کل مشکله، اما خب همه هماهنگش خیلی خوبه فعلا، انتظامات، گروه انتظامات زحمتشون رو کشیدن خدا شکر، فعلا تا حالا مشکل خاصی نداشتیم از اون نظر. برای بقای معروف که تا ابدیت باید بماند و منکر برای ابد باید سرکوب شود، امام حسین آمد در گودال قتلگاه خون داد، برای که همیشه معروف باید حاکم بشه، منکر باید از بین ببرد. منکر جاگزین معروف شده بود در عصر و دوران حاکمیت بنی امیه، اما امام حسین به میدان آمد، مردم رو بیدار کرد، جهل و جهالت را برای همیشه برای ابد دفن کرد، مردم را فریاد زد انسان شما باید آزاد باشید، بردگی مال انسان نیست، ذلت و حقارت مال انسان نیست، امام حسین که وارث حقیقی دین هست بیاید باید این حقایق را بازگو کند. وصیت نامه امام حسین وقتی از مدینه حرکت به محمد حنفی چنین هست: من برای حکم فرمایی نمی روم، من برای امر به معروف و نهی از منکر و احیای سیره جدم می خواهم قیام کنم، برای احیای دین جدم، هویت انسان ها، هویت حقیقت انسان ها می خواهم قیام کنم. و در وصیت نامش بیان کرده فلسفه قیامش را امام حسین، بعد می فرماید و جاهدت فی الله حق جهادی، شهادت می دهد که تو جهاد کردی در راه خدا و حق جهاد را به طور شایسته و احسن ادا نمودی. حقیقتا همه حقایق جهاد رو در نظر گرفت امام حسین و همهش رو در سرزمین کربلا ادا کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. رضا دانش هستم، الان در مسجد امام علی علیه السلام و مرکز جنوبی استرالیا هستیم. امشب شب دهم محرم هست، شب عاشورا. برنامه هایی که از اول محرم داشتیم شروع با نماز جماعت، بعد یک سری دعاها داشتیم و شروع برنامه را توانستیم با قرائت قرآن مجید توسط بچه های کوچکتر که در بین این سالها تمرین کردن. بعد توانستیم از صحبت ها به زبان فارسی و به زبان انگلیسی از جوانان استفاده ببریم. بعد از این صحبت ها توانستیم از سخنهای ارزشمند حاج آقای واعظی استفاده ببریم و در آخر مجلس توانستیم برنامه های سینه زنی داشته باشیم. یکی از درس هایی که میتونیم از امام حسین علیه السلام یاد بگیریم اینه که به قول انگلیسی میگه be a generous person, a selfless person، یعنی یک شخصی باش که مثلا به مردم کمک کن و بدون اینکه چیزی توقع داشته باشی. توانستیم در این ایام محرم در روز جمعه و شنبه
در رد کراس در مرکز سلیم سرخ که توانستیم اهدای خون جمع کنیم از برادران و خواهران از 7 مراکز مختلف که حتی با اینکه چند نفر بودن شرکت کردن از هر مراکز، آماری که نگاه کردیم تا امروز برای فعلا 25 نفر اهدای خون کردن. بله، همه چیزایی که نیاز هستن برای کووید 19 ما تهیه کردیم داخل مسجد. بعد از اتمام برنامه ما اسپری میزنیم و که همه برای ضد عفونی هستن و ماشینی که چکینگ مثلا امو حرارت چک مونه و همچنین مایه های برای هند سانیتایزر هستن از اینا گذاشته ایم و کسایی که اینجا سکیوریتی هستن و لباس های مخصوص پوشیده است، همه اینها امو چیزی مارشال کووید 19 را اینا پاس کرده و اینجا خدمت میکنند، در خدمت مردم هستن. گپ آخری همچنین چیزی خاصی که برای بینندگان عزیز عرض کنم که از پیامبر بزرگ اسلام نقل شده است که ان لقتل الحسین حراره فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، برای شهادت امام حسین یک عشق و علاقه در دل همه مؤمنین کسایی که اعتقاد دارند به پیامبر خدا، به کتاب خدا، به ائمه خدا، اینها یک عشق و علاقه در دل اونها گذاشته شده است که این عشق و علاقه هیچگاه فراموش نمی شود و این عشق و علاقه کم نمی شود، چون امام صادق علیه السلام فرموده است اگر خداوند بخواهد خیر را برای کسی، خداوند امو عشق و محبت امام حسین را در دلش مگذارد، عشق و محبت زیارت امام حسین را. چون زیارت امام حسین و عشق و علاقه مردم به امام حسین این است که مردم امو عشق و علاقه خود را به پیامبر نشان میداد، به همه ائمه نشان میداد و به خاطر این که ما همه پیروی پیامبر بزرگ اسلام هستیم و اعتقاد به همه پیامبران داریم و احترام داریم به همه پیامبران و همه پیامبران را دوست داریم، ولیکن پیامبر آخر زمان که برای پیامبر آخر زمان پیامبر ما و شما هستند و پیامبر آخری که خداوند فرستاده است و امام حسین علیه السلام از بهترین کسی بودند که پیامبر او را خیلی دوست داشتند، بارها او را در شانه های خود گذاشته بودند، خیلی دربارهش یعنی سفارش کردند، از این جهت همه احترام دارد، همه عشق و علاقه خود را نشان میداد و احساس غم و غصه دارد در این شبها که به خانواده اهل بیت وارد شده است و احساس همدردی و همنوایی میکند. انشالله که شما هم که این برنامه را تهیه میکنید خداوند خیر دنیا و آخرت برای شما عنایت کند و انشالله موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.